سلامتی به تک تک شما عزیزان، همطور عزیزانی که از طریق اینترنت همراه ما هستن. با تمام قلبم خوش اومد بهتون میگم به این مهمانی کلام خدا. هر موقع که به مهمانی کلام خدا میایم و از میزبانی پرفیض عیسی مسیح خداوند برخوردار میشیم، با ایمان بگم، با اعتماد بگم، واقعا اتفاقاتی میفته که فراتر از آن نیاز و احتیاج فیزیکی ماست. باور میکنین عزیزان؟ فقط شرطش اینه که دعوت شدگان باید گرسنه باشن. وقتی که با انتظار و اشتیاق به مهمانی میاین، هر مهمانی، مثلا من و پاستور وقتی به یه مهمانی دعوت میشیم از صبح چیزی نمیخوریم که این اشتیاق و گرسنگی خودمون رو ببریم، که اون از اون میزبانی لذت ببریم. کلیسا هم همینجور، وقتی با اشتیاق و انتظار به این مهمانی میای، شیرینی میزبانی پر از رحمت و فیض عیسی مسیح رو میچشی. وقتی مدت هاست، من اینو تو ایران چشیدم، محرومی از پرستش زنده، از اینکه آزاد در جماعت خدا بیای، خدا رو بپرستی. بعد از یه مدتی که میای، انگار این ضیافت خداوند، این مهمانی خداوند یک حال و هوای دیگه ای داره، نیست؟ این دو روز در سمینار راز تبدیل چقدر اینو دیدم، تجربه کردم. افرادی که از کلیساهای دیگه بودن، پرستش زنده نداشتن یا کلام رو به زبان آلمانی میشنیدن، وقتی که اومدم به زبان فارسی شیرین دکتر ساسان توسلی، این پیامو شنیدن، کلامو شنیدن، چقدر لذت می‌بردن. چقدر وقتی پرستش زنده بود واقعا اصلا سیر نمی‌شدن و دائما به من میگفتن خوشا به حالتون، خوشا به حال اعضاتون که از چنین تسهیلاتی برخورداره. و واقعا نمیدونستن که برخی از شرکت کنندگانی که نزدیک این ضیافت هفتگی هستن، احتمالاً دیگه جذابیتش رو از دست داده این مهمانی خداوند، نیست؟ به قولی انگار شکم سیری به وجود آورده. ایرانی ها میگن زده زیر دلش. این واقعا حقیقت داره. برای من، خود من، شیرین ترین زمان خدمتم زمانهایی که میرفتم تو سمینار تو ترکیه و همینطور تو ارمنستان و افراد از خرم‌آباد، از شاهین شهر، چطور اونا رو قاچاقی، پنهانی، با چه درد سرایی، با چه مصیبت‌هایی میامدن به این سمینار که کلام خدا رو بشنون، تعمید بگیرن. یادم از 6 صبح تا 11-12 شب من رو پا بودم، تعلیم، دعا، مشاوره، نمیدونم روان درمانی، ولی آخر شب میدیدم تو اون اتاق پر از ازدحام، ولی چقدر انرژی دارم، چقدر سرحالم، چون میدیدم افراد چقدر تشنه و گرسنه کلام هستن. خادمینی حس و حالو دارن عزیزان. آمین که امروز خداوند از طریق کلامش عزیزان ذائقه روحانی ما رو حداقل یک کمی تحریک کنه که با اشتیاق بیایم، با اشتیاق بشنویم. آمین داره عزیزان. من 5 تا آیه از مزمور 103 رو براتون قرائت میکنم. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمعی احسانهای او را فراموش مکن، که تمام گناهان تو را میامرزد و همه مرضهای تو را شفا میدهد، که جان تو را از حاویه بر میافرازد و تاج رحمت و رفعت را بر سر تو میگذارد، که جان تو را به چیزهای نیکو سیر میکند تا جوانی تو مثل عقاب تازه بشه. میخواین امروز سر و تازه بشین؟ عزیزان، از طریق کلام خدا، از طریق مداخله الهی روح القدس،
من فکر میکنم مطمئنم، یعنی داوود وقتی که این مزمور رو مینوشت وضعیتی بود که میتونست چقدر شاکی باشه، چقدر دلخور باشه، چقدر طلبکار باشه از خدا، چقدر رویگردان باشه. اما در اون خلوتگاه خودش اعمال خداوند رو به یاد میاره عزیزان. نه فقط به یاد میاره، یادآوری میکنه، بلکه بیان میکنه، اعلام میکنه. چون در این مزمور هدفش اینه که ما رو به بلندای محبت خداوند، اون توجهات پدرانه خداوند، بخشش خداوند بالا ببره، صعود بده، تا ما هم بتونیم با مرور کردن این کارها اعمال عظیمه خداوند در زندگی ما، در پرتو محبت جاودانه او، او رو بتونیم محبت کنیم، او رو بتونیم متبارک بخوانیم. ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک بخواند. به بیان داوود میگه در هر شرایطی هستی به این جان تلنگر بزن، سیخونک بزن. جان من، ای جان خودمحور من، ای جانی که تمرکز دائم خیلی روی خیلی چیزاست که باعث میشه افکار آزاردهنده توی تو هجوم بیاره، متمرکز خدا باش، آزاد شو از آزار دادن خودت برای مواردی که در از کنترل تو خارجه. کارساز ما به فکر کار ماست، کار ما در فکر ما آزار ماست، نیست؟ آزاد شو. و داوود میگه به جاش به یاد بیار دست دلبازی او رو که چطور گناهای تو رو میامرزه، که چطور مرضهای تو رو شفا داده و میده، چطور تو رو از اون وضعیت هولناک ابدی، از اون حاویه جان تو رو برداشت و تاج رحمت و رفعت رو بر سر تو گذاشت. به یاد بیار، به یاد بیار تا بتونی اون رو ستایش کنی، به یاد بیار تا بتونی واکنش نشون بدی، نه در دلت، تمامی جان و بدن و وجودت واکنش نشون بده به این همه فیض، به این همه زیبایی، به این همه دست و دلبازی خداوند. عزیزان که گاهیش تناسبی با رفتارهای انسانی ما نداره، ولی نقطه مرکزی پیام امروز اینه عزیزان که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه بشه. وقتی قلب این آیه رو نگاه می کنی در مورد سیر شدنه، راضی شدنه از خدا، نه با چیزهای معمولی عزیزان، با چیزهای بسیار نیکو. اگر صادقانه به زندگی خودمون نگاه کنیم به عنوان انسان، عزیزان متوجه میشیم رضایت داشتن، قناعت در زندگی ما چقدر کمیابه، نیست؟ حتی فاتحانی چون اسکندر کبیر در لحظه آخر مرگشون ناله او این بود، اگر فقط یک کشور دیگر رو فتح میکردم اون موقع با خیال راحت میمردم. ثروتمندترین مرد این دنیا که معروفترینه فکر میکنم راکفلره، که میگه اگر حتما پیش خودش من نشیندم، اگر یکم بیشتر ثروت داشتم، زیباترین زنان با حسرت اگر یکمی دیگه زیباتر بودم، اگر فقط کمی بیشتر زیبا میشدم. این حقیقته عزیزان، چون هیچ کس نمیتونه سیری به دست بیاره، هیچ کس. احساس سیری برای یک انسان طبیعتاً طبیعی نیست. سیری حقیقی در واقع یک برکت روحانیه، یک فیضه، فقط یک فیضه. چون سیری حقیقی از خدایی میاد که خودش سیره، خودش پره، پر از کفایت کامله، خودش برای خودش در ذات خودش کافیه، او بی نیازه عزیزان. برای همین وقتی سر سفره پر فیض او میشینی، خوراک او رو تناول میکنی، او رو ملاقات میکنی، در یک رابطه من و تویی، قلب من و تو رو پر میکنه. از پری اوست که جمعی ما بهره یافتیم، فیض به عوض فیض، فیض به عوض فیض.
از فراوانی اوست که بهره میابیم. در یوحنا باب 1:16 با چه صراحتی این آیه رو داره میگه. ولی متاسفانه بیشتر ما این پوری رو، این رضایت درونی رو بسیار کمتر تجربه میکنیم. مثل قوم خدا 400 سال در مصر بودن، مثل یک برده زندگی میکردن، نیست؟ وقتی هم که از اسارت خارج شدن باز هم ناراضی بودن، باز هم شاکی بودن، باز هم غرغر میکردن. خدا میخواست اونو وارد آرامی خودش بکنه. اصلا بزرگترین دلیل آزادی قوم اسرائیل این بود که اونا رو وارد پوری خودش بکنه، آرامی خودش بکنه، نیست؟ سرزمین کنعان سمبل اتحاد با خداست، ولی برعکس اونا تمامی خوشی‌های خودشون رو، لذت‌های خودشون رو مثل بسیاری از ما خارج از اون جستجو می‌کردن. برای همین دائما ناراضی بودن که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می‌کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه بشه. اینجا داره وعده تازگی میده. آیا ایمانداری هست که نیاز نداشته باشه به تازگی؟ این نیاز همه ماست، نیست عزیزان؟ این آیه داره میگه، در بطن این آیه داره میگه ما خسته میشیم، ما درمانده میشیم. چرا؟ چون در دنیا زندگی میکنیم، مورد حمله و تهاجم نیروهای تاریکی قرار میگیریم. در رابطه های انسانی ما، حتی بین زوجها، عدم درک انسانیه. چقدر سوء تعبیرها، چقدر سوء تفاهمها، چقدر تجربه های گوناگون با رنگ های گوناگون عزیزان که ما رو تحلیل میبره، ما رو در یک وضعیت غم‌انگیزی قرار میده که دیگه انگار نمیتونیم بیشتر از حد توانمون در این دنیایی که پر از تلاطمه بیستیم یا حرکت کنیم. ما بدون دریافت تازگی عزیزان، بدون سیر شدن از خدا نمیتونیم ادامه بدیم. یا زندگی داریم که مثل مردگیه. تو دنیا دیدی حالت خوبه؟ ای زنده ام. موسی مدت 40 سال فقط غرغر قومی گردنکش، طلبکار، ناراضی رو داشت میشنید. اگه نمیرفت از حضور خدا، عزیزان هرگز نمیتونست ادامه بده. در جایی انقدر جانش خسته و پژمرده میشه که فریاد میزنه نزد خداوند، ای خداوند، مگر من اینا رو زاییدم که باید حملشون کنم؟ از دستشون خسته شدم. ولی دوباره به اون تازگی و صبر خودش، به اون محبت اولیه بر میگرده، چون خدا جان خسته او رو تراوت میبخشه، جان پژمرده او رو، جان خالی او رو دوباره سیر میکنه. برای همین تونست آخر ادامه بده. اما چطوری عزیزان جوانی باطنی ما، جوانی ظاهری ما، هر کاری هم که بکنی، پولس میگه از دست رفتنیه. ولی ما در عیسی مسیح جوانی باطنی ما روز به روز تازه تر میشه، مثل عقاب. اما چطور؟ در وهله اول باید خصوصیت عقاب رو کمی بشناسی. خصوصیت های عالی داره عقاب. این حکران آسمان، این سلطان کوهستان که هیچ مخلوق دیگه خدا نداره، دید عالی داره، بسیار دید عالی داره، پر پرواز فوق‌العاده عالی داره، قوت خیلی زیادی داره و همینجور بیشتر از همه نیروی جنگاوری خیلی قوی داره. اولین خصوصیت عقاب دید عالیشه. از عقاب از فاصله بسیار دور شکارهای بسیار کوچک رو میبینه. در زندگی ما روحانیت در یک کلمه خلاصه شده، یک کلمه: دیدن. دید روحانی، بصیرت روحانی، قدرت تشخیص، توانایی شناخت نیک و بد،
40 بار در کتاب مکاشفه راجع به دیدن صحبت کرد، دید روحانی صحبت کرده. و به طور خاص کلیسای لاودیکیه باب 3 که میگه فکر میکنی که بینا هستی، فکر میکنی، بیا مرهم از من بگیر، پماد از من بگیر، به چشمای خودت بکش تا بینا بشی. در کتاب حزقیال باب 1 و 2 با سمبولهای شگفتانگیز و عجیب داره راجع به دید روحانی صحبت میکنه. پولس در اون دعای عالیش و شگفتانگیزش در باب 1 افسسیان باب 18 داره دعا میکنه برای کلیسا که چشمای دل کلیسا باز بشه تا ببینه در خداوند چه میراث عظیمی داره، چه قدرت عجیبی داره. و دومین خصوصیت عقاب توانایی پرواز. عزیزان، عقاب ها حساسیت بسیار زیادی به تشخیص جریان باد دارن. بالبال بیهوده نمیزنن، هنهن نمیکنن صبح تا شب، نیست؟ انرژی بیهوده تلف نمیکنن، میرن روی بلندی میستن و انقدر منتظر میمونن که باد بوزه. و وقتی که باد میوزه بالاشونو فقط باز میکنن و جریان باد باعث میشه که اونا اوج بگیرن بدون اینکه بالبال بزنن. و برای ما ایمانداران عزیزان، یک ایماندار وقتی خودشو تسلیم خداوند میکنه، وقتی خودشو با تمام قلب و جانش وقف خداوند میکنه، در اون جریان باد روح القدس اوج میگیره، در اون بلندی های ایمان پرواز میکنه. واقعا دعای من این روزا برای خودم و کلیسامونه که خداوند عطا کنه که روح القدس بادی باشه در بادبانهای زندگی ما و به خصوص خدمت ما. سومین خصوصیت عقاب قدرتشه. قوت عجیبی داره عقاب برای اون جوجه های کوچیکش که فوق‌العاده کوچیکه، تومه های پرملات شکار میکنه. و معمولا تومه های شکار میکنه عزیزان که بسیار سنگین تر از خودشه. اصلا عجیبه، یه هایی میبینی، من توی فیلم دیده بودم یه کانگوروی بزرگ و بلند داره میکنه. و ما پیام‌آوران عزیزان خوانده شدیم برای گله خدا غذاهای گوشتی و قوی بیاریم. چون به تجربه اینو بگم عزیزان که یله خدا خیلی مستعده که دائم شیر بخوره. دائما میشنوم این کلامو درست نفهمیدم، قامز بود، یا اگه شهادت میده از نیم ساعت 40 دقیقه 1 دقیقه شهادت میده. و اگه ما بخوایم عزیزان به این طور حرفا گوش بدیم، کلیسا کم کم تبدیل به یه شیرخوارگاه میشه و میمونه. گله خدا خوانده شده که از شیرخوارگی بیرون بیاد و برای غذاهای پر ویتامین و قوی قدرت هضمش افزایش پیدا کنه. یه دوستی داشتم اسمش نیکو بود، هیچ وقت یادم نمیره. یه دختری داشت که تقریبا 3 سالش شده بود، هنوز گریه میکرد برای شیر. یک عالم سوپای مقوی مادرش درست میکرد، ولی این اینجور دست و پا میزد برای شیر. و یادمه این نیکو جان اینو میخوابوندش و اینجوری پاهاشو میذاش روی دست و پای این بچه و میگو باید بخوری وگرنه فسقلی میمونی. و باور کنی یه موقع های حس و من دارم، یه موقع دلم میخواد دست و پای افرادی که میان مثلا یه پیامی مثل حق جویان میشنون، بعد میگم وای چه برکتی بود. حالا 7-8 سال از سن روحانیش میگذره، میخوام دست و پاشو بگیرم و واقعا این غذای گوشتی رو تو حلقومش بکنم. درست نیست ولی این حسمه، این حس حقیقی منه. و چهارمین خصوصیت عقاب نیروی جنگاوری اوست. از عقاب برای تنازع بقا میجنگه. عاشق جنگیدن هستی یا نه؟ یا فقط میدوی دنبال امنیت‌های کاذب؟ من هنوز که هنوزه
رویای من، در فکر من اسم کلیسای آلفا اومگا ارتش رستگاریه. چون ارتش در خودش حس جنگ، حس مقاومت، حس استقامت رو میپرورونه. فقط این واژه که روش باشه. و کلیسا خوانده شده عزیزان که سربازان مسیح باشه. دست کم تفکر پولس این بود. در دوم تیموتائوس باب 2 آیه 3 میگه چون سپاهی نیکوی عیسی مسیح، چون سرباز عیسی مسیح، چون ارتش عیسی مسیح در تحمل زحمات شریک باش. این یه نبرده نیست، این یه جنگ روحانیه. از ما در زندگی ایمانیمون دائما در نبرد هستیم تا آسمون بریم. هیچ راه میانبری هم وجود نداره، یخته. جوهره اساسی کتاب مقدس جنگ مقدس خدا علیه نیروهای تاریکی و گناهه. بزرگترین رسالت و بخش بزرگی از مأموریت عیسی مسیح خداوند، این فاتح بزرگ زندگی ما روی صلیب بود، علیه جنگ، علیه نفس، گناه و نیروهای تاریکی و به خصوص باغ جتسیمانی. چقدر این نبرد زیبا به تصویر کشیده شده نیست عزیزان؟ اگه ما بود رزمی ایمان مسیحی رو کنار بذاریم، باید پس چشمامون رو روی صلیب ببندیم. چون روی صلیب بود که فاتح بزرگ ما عیسی مسیح برای ما غنایم جنگی به دست آورد. آمین. سلامتی، بخشش، جان ما رو از حاویه بلند کرد، مرضهای ما رو شفا داد، فرماندهان نیروهای تاریکی رو در سه جهان خلع سلاح کرد. این عیسی مسیح خداوند بود. مزمور 144 آیه 1 همیشه تشویقی برای من بوده. متبارک بود خداوند، متبارک بود خداوند، خداوندی که صخره من است، خداوندی که دستای من رو برای جنگ تقویت کرده و انگشتای من رو برای جنگ، به جهت جنگ تقویت میکنه. از اون بزرگترین نیروی جنگاوری ما به عنوان فرزندان پدر آسمانی برای منافع پادشاهی پسر عیسی‌ست. مهمترین جنگ ما برای قوم خداست. جنگ نبرد ما برای حرمت نام مسیحه، برای دریافت میراث‌های روحانی ماست که وعده‌های گرانبهای عیسی مسیح که ما رو شریک طبیعت الهی او می‌کنه. و این وعده‌ها رو عزیزان باید به دست آورد. وعده خدا بالش نیست که سرتو بذاری روش، بلکه مثل یه سکه که تو رو به حرکت باید واداره. تا یوشع بارها میگه زمینی که به تو دادم داده از قبل، پیروزی رو از قبل آماده کرده، ولی به این حساب نیست که تو بگیری بخوابی. قوم خدا باید میجنگیدن سرزمین ها رو تصرف میکردن. آمین. و سخت‌ترین نبرد و نبرد با نفس اماره است، علیه دروغ، علیه ریا، چه در زندگی شخصی خودمون، چه به عنوان مسئولین در کلیسا. و همطور جنگ ما و تمام اون ریاست ها، جهانداران و نیروهای تاریکیه، نه با خون و جسم. و خداست که دستای ما رو برای جنگ تقویت کرده. و همطور زندگی اجتماعی ما در کلیسا از نوعی نبرده. و این نبرد چقدر به شکلی شخصیت ما کمک میکنه. ما با افرادی دائما سر کار داریم که از زمینه‌های مختلف با صدمات و آسیب‌های بسیاری وارد کلیسا میشن. و تک تک ما در نبرد با این نفسه که بخشیدن رو یاد میگیریم، پذیرش رو یاد میگیریم، تحمل کردن و خویشتنداری رو. اینا همه نبرده نیست. نفس و دلش بخواد هر کاری میکنه. خیلی راحته عزیزان در تنهایی کلام بخونی، دعا بکنی. بعد از چند ماه عزیزانو میبینم شهادتشون، ما هنوز خواهر نس خیالت راحت باشه. ما با عیسی را میریم، ملاقات میشیم، کلام میخونیم. ولی میخوام با اعتماد، با اطمینان، با اقتدار کلام خدا به تو بگم که تو هرگز
به راز تبدیل پی نخواهی برد در اون تنهای خودت. ما با همدیگه هست عزیزان، در اون سایش هاست که به پوری قامت مسیح تبدیل میشیم. به خصوص ما نبرد سختی داریم در قلمرو روانمون، علیه سرد شدن، علیه بی‌تفاوتی به کار خدا، خدمت خدا. ما نبرد سختی داریم علیه مایوس شدن، افسردگی. اما قوت این ارتش، قوت این نیروهای رزمنده برای جنگاوری از کجا به دست میاد؟ این قدرتی که باید تازه بشه از کجا به دست میاد عزیزان؟ عقاب این همه رو از کجا به دست میاره؟ دید روحانی، پر پرواز، قدرت، نیروی جنگاوری از کجا به دست میاره؟ فقط از غذایی که میخوره. عقاب هرگز مردارخوار نیست، عقاب هرگز لاشخوار نیست، عقاب هرگز غذاهای مونده نمیخوره. و سوال اینجاست، چه غذاهایی در روز میخوری؟ فرزند خدا، محبوب خدا، چه غذاهایی در روز میخوری؟ جان تو با چه چیزی سیر میکنی؟ آیا با نان حیات؟ آیا با آب حیات؟ آیا هم مشارکت با ایمانداران و تمام تفاوت‌ها و سایش‌ها؟ آیا خون و بدن خداوند در اون عشای ربانی جانتو سیر می‌کنی؟ در اون پرستش‌های جمعی جان تغذیه میشه یا دوباره در اون پستو؟ عزیزان، عیسی مسیح خداوند در اون قیام و صعود مبارکش ما رو با خود برخیزانید. آمین. در جاهای آسمانی نشانید و ما خوانده شدیم من بالا، اون بالا مثل عقاب با تغذیه روحانی سیر و پر بشی. این ماهیت ماست. اگه اینو متوجه نشی باختی. نیست؟ اما هرگز عزیزان یادمون نره که ما هیچ کدوم مثل عقاب در اوج پرواز نخواهیم بود. مثل عقاب همیشه نیروی جنگاوری نخواهیم داشت. قوت ما، قدرت ما کاهیده میشه. ما چه بسیار زمانها عزیزان دیدم جوانایی که تو پنجشنبه باشون ملاقات کردم در اوج جوانی چقدر احساس پیری، چقدر احساس فرسودگی میکردم. ما خیلی موقعا ناامید میشیم، دل سرد میشیم. به خصوص عزیزان در اون نبردهای پشت صحنه که حتی نزدیکترین شخص زندگی ما از اون خبر نداره. چقدر خسته میشیم. چقدر زمانهایی میاد که اون جلال، اون تر و تازگی، اون جبروت رو از دست میدیم. عقاب که هیچی قربونش برم. در واقع مثل کرم ابریشم میشیم. نیست؟ که در پیله تاریکی خودش، در اون پیله تنهایی خودش فقط بیتوته میکنه و باید انتظار بسیار بکشه برای خداوند تا به اون مایل شده، تا او رو از اون وضعیت پژمردگی و خستگی بیرون بیاره. بازم چطور عزیزان، چطور ما از این وضعیت خستگی، از این وضعیت پژمردگی بیرون میایم؟ با چه روشی؟ عقاب با چه روشی؟ برمیگردیم به عقاب. نیست؟ عقاب با چه روشی دوباره تازه میشه؟ اون جوانی خودشو به دست میاره تا به مرگ روحانی من و تو مبتلا نشیم و عقاب نمیره. گفته شده عقاب ها 40-50 سال بیشتر عمر نمی کنن، ولی میتونن با تصمیم خودشون 70 سال عمر کنن، 30 سال اضافه تر. گفته شده، خوندم من اینو، عقاب وقتی به سن 40 سالگی میرسه اون چنگال‌های قویش که کانگورو رو بلند میکنه لطیف میشه، خمیده میشه، ضعیف میشه، دیگه اصلا نمیتونه شکار بلند کنه. بالهاش بسیار کهنه میشه، سنگین میشه، به خاطر همین اصلا نمیتونه اوج بگیره. هر چقدرم که وایس باد بیاد ولی نمیتونه اوج بگیره.
دیدش چقدر ضعیف میشه. و در این زمان عقاب دو گزینه داره، یا بمیره مثل خیلی از ما خسته که میشیم حالا تو دنیای روحانی، وای مسیح جان کی میای، بارها من گفتم کی میای دیگه تموم شه ما رو به روایی بریم. عقاب هم همینطور نیست، میتونه بمیره یا 150 روز انتخاب کنه در بالاترین کوه در یک پستوی بره خودش رو قایم کنه. گفته شده اونجا عقاب هایی که تصمیم میگیرن زنده باشن میرن تو اون پستو، توی حفره‌ای در کوه، دائما اون نوک نرمشون رو انقدر به صخره میزنن که از جا کنده بشه، بعد با اون چنگاشون با مصیبت بسیار با جون کندن تمام اون پرهای سنگین و کهنه رو میکنن. و در این زمان عقاب در زشت‌ترین حالت خودش قرار میگیره، در چند جای بدنش در حال خونریزیه، تمام اون پرهایی که کنده، اون نوکی که کنده، تمام داره خون جاری میشه. اوریان هیچ زیبایی، هیچ جلال جبروتی نداره، تنها در حالی که میلرزه، یه گوشه کس کرده، باید 5 ماه صبر کنه عزیزان، 5 ماه صبر کنه تا دوباره تولد تازه رو، آفرینش تازه رو تجربه کنه، تا بتونه 30 سال دیگه زندگی کنه. باشه که در اون پستوهای خودمون در این زمانها واقعا به اون مسکنت در روح خودمون اول پی ببریم که چقدر نیاز داریم، چون یه موقع اینقدر با حله‌حوله های دنیا سیر و پر میشیم که اصلا گرسنگی و تشنگی روحانی خودمون رو متوجه نمیشیم. اول اینو متوجه بشیم که به چه حال زاری افتادیم و حتی خودمون نمیفهمیم، بعد بریم در اون پستوهای خودمون منتظر خدا بمونیم تا اون کیسه های شنی که آویزون اون بالون های پرواز ما شده از ما بیفته، اون تمام اون چیزهای کهنه که به ما چسبیده شده از اونا خلاصی بیابیم، تا اون فرسودگی روحانی ما از آن به جوانی و تر و تازگی مجدد تبدیل شه. آمین. باشه که به نیکویی از خداوندت سیر بشی، چون تنها راهش اینه. در واقع آیه‌ای که باعث شد این پیام رو برای امروز آماده کنم، یعنی به قوت روح القدس، کتاب ارمیا بود. سه‌شنبه بود که در حضور خدا شدیداً احساس خالی بودن می‌کردم، شدیداً احساس پژمردگی می‌کردم، احساس می‌کردم امسال خیلی چیزا برام دیگه زیاد شده و می‌گفتم حتی در این لحظه حوصله دیگه ندارم دعا کنم که خدا تو برای کلیسا چی میخوای. تنها چیزی که دلم میخواد، هر سال البته توی این ماه یونی این حالم که فقط فرار کنم از هامبورگ، ولی امسال خیلی بیشتر بود این حسم. و همینطور جلوش افتاده بودم فقط که کتاب ارمیا باب 31 نوبتش بود که باید میخوندم و آیه 25 کلی میتونم بگم نه منو تازه کرد اون لحظه، فقط شاخکای روحانیمو بیدار کرد. نوشته جان زیر من جان خستگان را تازه خواهم ساخت و همه پژمردگان را طراوت خواهم بخشید. بلا فاصله که این آیه رو خوندم سریع مزمور 103 به یادم اومد و فهمیدم که خداوند میخواد اول با خود من این تر و تازگی رو بده، از طریق موعظه خودم با خودم حرف بزنه، و حتما عزیزان اینجا هستن که نیاز به تازگی دارن. آیا کسی هست اینجا که مثل من نیاز شدید به تر و تازگی داشته باشه، یا فقط منم؟ نیست؟ اگه این نیاز رو در خودتون میبینیم بیستیم با هم دیگه عزیزان.
اگر نیاز نمیبینی خدا رو شکر، خیلی مقام و پروپیمونیم از خداوند. بریستیم برای من دعا کنیم، برای پاستور دعا کنیم، برای خادمین دعا کنیم. آمین. ای خداوند، فقط در این لحظه میخوام دست خط عالی تو رو جلوی تو بلند کنم خداوند، که فقط این آیه بود که به من قوت داد که امروز اینجا بیستم، که تو جان خستگان رو تازه میکنی، که تو جان پژمردگان رو تراوت میبخشی خدا. این وعده عالی توه و تو خدایی هست. اینو چشیدیم دیدیم که به دهان خودت وعده میدی و به دستای خودت به عمل میاد. تو دوباره گفتی که جان تو رو به چیزهای نیکو سیر میکنی. خدا من دعا میکنم افرادی که جانشون از تو برگشته و از حله حوله های این دنیا دارن سیر میشن، ای خداوند به حضور تو بیان تا سیری حقیقی رو از تو تجربه کنن، اون خوشی حقیقی، اون آرامی حقیقی، اون پوری حقیقی رو از تو تجربه کنن، چون تو خودت وعده دادی که جان ما رو به نیکوی سیر خواهی کرد، نه با چیزهای معمولی، بلکه از خودت، از پوری خودت، از اون وجود پر مهر خودت، از اون وجود پر از استقامت و طاقت خودت، از اون همه صبر خودت، از اون همه مهربانی خودت، از اون همه نیکویی خودت. تو ای خداوند میخوای کلیساتو سیر کنی، بهای گرانی دادی تا دل ما رو به دست بیاری خداوند، نه اینکه فقط بریم و بیایم، بلکه زیبایی تو رو، نیکویی تو رو، قوت تو رو، نیروی جنگاوری تو رو، خدایی که جنگجوی ما هستی و برای ما جنگیدی تا ما اینجا در حضور تو باشیم، تا تمام اینها در ما متجلی بشه. پس ای خدا من به یاد بیار که تو گفتی که جان تو رو به نیکویی سیر میکنم تا جوانی تو مثل عقاب تازه بشه. خدا من برای عزیزانی دعا میکنم که واقعا نیاز به این آیه دارن، نیاز به این وعده دارن، نیاز به این طبیعت نیکو دارن، نیاز دارن که شریک این طبیعت نیکو تو بشن. خدا من میخوام دریافت کننده باشیم در این لحظه، میخوام دریافت کنیم این وعده رو برای کلیسای تو، برای تک تک خودمونه خداوند، که در زمانهایی به سر میبریم که نه خداوند احتیاج داریم اون فرسودگی ما، پژمردگی ما به تازگی مبدل شه، جوانی ما تازه بشه، تا بتونیم با یه قدرت تازه، با یه دید روحانی تازه، با یه پر پرواز تازه، با یه نیروی رزمندگی تازه، ای خداوند متفاوت تر از همیشه، با روغنی تازه، با مستی تازه، با خدمتی تازه، ای خداوند، ای خدای پری تازگی ها، تو رو پیروی کنیم، چون تو سزاوار و شایسته ای که خداوند با این خصوصیت تو رو پیروی کنیم، چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم در این دعای متحد و همه با هم میگیم آمین. با ایمان میگیم آمین. با ایمان، با نگاه کردن به خداوند که عاشق احسان نمودنه، میگیم آمین. 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 آم